به نام حق حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. در قسمت قبل سوالی از شما عزیزان پرسیدم که اگر در تعریف هر ماهیتی که ما در ذهنمون داریم وجود داشتن نهفته است، پس موجود بودن باید از ذاتیات همه مفاهیم باشد. پس حمل موجود بودن بر هر ماهیتی می شود حمل واجب. به عبارت دیگه تمام ماهیت هایی که در ذهن ما هست، تمام تعاریف و مفاهیمی که ما در ذهن خودمون داریم واجب الوجود به ذات هستند. یعنی مفهوم موجود در اونها وجود دارد، در ذات اونها وجود دارد. این سوال رو از شما عزیزان پرسیدم، گفتم که راجع به این مطلب اندکی فکر کنید، ببینید که اگر تعریف وجود داشتن و واجب الوجود و ذات و ماهیت این چیزهایی باشه که ما تا الان عرض کردیم، خب پس همه چیز میشوند واجب الوجود. این را چطور میخواین توجیه بکنید؟ اما پاسخ این سوال، این سوال سوال بسیار مهمیه. شاید یکی از مهمترین نقدهایی که به برهان وجوب و امکان هم وارد میشه از همین زاویه باشه که تعریف وجوب و امکان تعریف ضعیفی میشه در این صورت. اما پاسخ چیه؟ ببینید، زمان قدیم وقتی که میگفتن این چیز واجب الوجود است و وقتی میگفتن این ماهیت ممکن الوجود است، منظورشون این که من برای شما بیان کردم نبوده. اونها یک در این ادراک رو داخل عبارتشون در تقدیر میگرفتن، یعنی جمله یک چیز محذوف داشت. ببینید، من میگم که اسب آیا موجود است؟ شما میگید بله قطعا اسب موجود است. چرا؟ چون که در ذات اسب موجود بودن نهفته است. وجود داشتن یکی از ذاتیات اسب است و اگر ما یکی از ذاتیات اسب رو بر اسب حمل بکنیم، این گزاره رو 100% باید در تمام حالتها تصدیق بکنیم. یعنی ما یک حمل واجب داریم، یعنی اسب همیشه وجود بر او حمل می شود. یکی از ذاتیات اسب است، یعنی اسب واجب الوجود است. این تا اینجا درست. اما من قسمت قبل گفتم کسی تصویر اتاق خواب شما رو به شما نشون میده، از شما میپرسه آیا در اینجا اسب وجود دارد؟ شما میگید نه، اسب موجود نیست. چی شد؟ اگر وجود داشتن جزء ذاتیات اسب باشه، شما باید همیشه بگید که اسب موجود است. چرا الان گفتید اسب موجود نیست؟ خوب دقت بکنید، چون که سوال پرسنده گفتش که در اینجا اسب موجود است یا نه. اینجا یعنی چی؟ یعنی در این ادراک فعلی شما، یعنی این تصویری که الان به چشم شما داره میخوره، این صدایی که به گوش شما داره میرسه و این مجموعه ادراکاتی که در این لحظه یا در این مجموعه لحظات از مثلا 10 ثانیه پیش تا 10 ثانیه آینده به ذهن شما، به مغز شما داره وارد میشه، آیا توی این مجموعه ادراکات اسب هست؟ شما میگید نه، در این مجموعه ادراکات اسب وجود ندارد. نه اینکه اسب موجود نیست. این حرف اشتباهی است. موجود بودن جزء ذات اسبه، همونطور که جسم بودن جزء ذات اسبه، ماده بودن جزء ذات اسبه. یعنی نمیشه اسب حجم نداشته باشه، جرم نداشته باشه، همونطوری که زنده بودن جزء ذات اسبه. حالا نگید اسب مرده چیه، نه، اسب موجود زنده هست. اگر شما اسب رو تصور بکنید، تعریف اسب رو بررسی بکنید، متوجه میشید که موجود زنده بودن جزء ذاتیات اسب هست و جانور بودن، یعنی از گیاهان مجزا میکنه اسب رو. اسب گیاه نیست، اسب جانور است. این جزء ذات اسبه، جزء تعریف اسبه، جزء مفهوم اسبه و در واقع واجب هست که همواره جانور بودن بر اسب حمل شود و تصدیق باید بکنیم این حمل رو ما. همینطور مثلا پستاندار بودن جزء ذات اسبه، یعنی هر زمانی که کسی بگه اسب پستاندار است، شما باید بگید بله، بدون شک، بدون تردید، چون در تعریف اسب اومده که اسب پستاندار است. شما بلافاصله بعد از اینکه این جمله رو شنیدید، بدون اینکه اصلا چشماتون رو باز بکنید، اسب رو معاینه بکنید، بعد بگید که اسب پستاندار است. حتی مثل مثال سیمرغ، اگر کسی بگه سیمرغ پرنده است، شما بلافاصله بعد بگید بله و این هم رو تصدیق بکنید، در صورتی که سیمرغ اصلا وجود نداره در ادراکات شما. دقت کنید، در ادراکات شما سیمرغ وجود نداره. ما راجع به خارج از ادراکاتمون هیچ نظری نمیتوانیم بدیم. شاید واقعا در واقع در جهان بیکران، حالا اون قسمت هایش که وارد ادراکات ما نشده، اصلا ما نمیدونیم چه شکلی هست، اونجا موجودی باشه، حالا سیمرغ هم باشه، پرنده هم باشه مثلا. فعلا در ادراکات ما چیزی به نام سیمرغ وجود نداره، ولی این جمله که سیمرغ پرنده است صحیح است.
و ما اون رو تصدیق میکنیم و واجب هم هست، چون در تعریف سیمرغ اومده که سیمرغ پرنده ایست که فلان و بهمان. پس سیمرغ موجود است هم صحیح هست. این رو خوب دقت بکنید، سیمرغ در هیچ کدام از ادراکات شما وجود نداشته. الان یه کسی از شما بپرسه بگه سیمرغ وجود داره یا نه، شما میگید نه سیمرغی در جهان ما وجود نداره. دقت کنید، شما میگید سیمرغی در جهان ما وجود ندارد. ولی آیا سیمرغ موجود است؟ بله سیمرغ موجود است. در تعریف سیمرغ آمده که موجود است، در تعریف سیمرغ آمده که مادی است، یعنی از جرم و حجم و جسم تشکیل شده. در تعریف سیمرغ آمده که حیوان است، یعنی سیمرغ درخت نیست، سیمرغ یک حیوان است. در تعریف سیمرغ آمده که سیمرغ پرنده است. حالا درسته که در ادراکات شما و در ادراکات من همچین پرنده رؤیت نشده، ولی در تعریفش اومده که سیمرغ حیوان است، سیمرغ پرنده است. پس سیمرغ موجود هم هست، یعنی موجود بودن جزء ذات سیمرغه، یعنی سیمرغ واجب الوجود است. واجب است که کلی موجود بر این موضوع هم بشود. این بود تعریف واجب الوجود. دیگه ما میگفتیم که حمل واجب چه حملیست؟ حملیست که همواره در 100% موارد محمول بر موضوع حمل بشود بدون استثناء، و محمول یکی از ذاتیات موضوع باشد. الان این شرط در مورد سیمرغ برقراره، یعنی وجود داشتن جزء ذات سیمرغه و در 100% موارد بر سیمرغ حمل می شود. پس سیمرغ موجود هست ولی در این اتاق وجود ندارد، در این سیاره وجود ندارد. اونم ما نمیتونیم بگیم در این سیاره وجود ندارد، ما میتونیم بگیم در این سیاره ما ندیدیم. در ادراکات هیچ کدوم از این 7-8 میلیارد نفر انسان از سر تا سر این سیاره نبوده، از اول عمرشون تا آخر عمرشون. یه کسی ممکنه در آفریقای جنوبی پیدا بشه، در هیمالیا پیدا بشه، بگه آقا من دیروز سیمرغ دیدم، و برای اثبات حرفشم برای شما هیچ مدرکی نتونه ارائه بکنه، بگه نه من سیمرغ دیدم، بعد یه لحظه بعدم دیگه ندیدم، غیب شد. حالا اگر راست بگه خب اون واقعا دیده، یعنی اون میگه سیمرغ در اینجا هم وجود داشت. ما میگیم چی؟ ما میگیم نه ما ندیدیم، در اینجا وجود نداره. و از شواهد و قرائن هم به این نتیجه میرسیم که احتمالاً وجود نداشته باشه. ببینید من همه اینا رو با لفظ احتمال میگم، احتمالاً سیمرغ وجود نداشته باشه. بسیار خوب، پس این مسئله خوب برای شما احتمالاً تا حالا واضح شده باشه. کسانی که میگن ممکن الوجود و میگن واجب الوجود، قاعدتا این تعریف ممکن الوجود و واجب الوجود نباید مد نظرشون باشه. تعریف درست ممکن الوجود به ذات و واجب الوجود به ذات همین بود که من برای شما بیان کردم. اینا که میگن مثلا انسان ممکن الوجود است و حالا مثلا میگن خدا واجب الوجود است، اینا که میگن میز ممکن الوجود است، صندلی ممکن الوجود است، انار ممکن الوجود است، اسب ممکن الوجود است، منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که میز ممکن است در این ادراک وجود داشته باشد، در اون ادراک وجود نداشته باشد. توی ظرف‌های مختلف دارن اینو می‌سنجن. نگاه کنید تعریفش داره عوض میشه. خواه تعریفی که اول سینا ارائه کرده از ممکن الوجود و واجب الوجود همونی بود که من گفتم. اول سینا اشتباه کرده، اینو خوب دقت بکنه. اول سینا میگه چیزی که در ذاتش وجود داشتن نهفته باشد ما با اون میگیم واجب الوجود، چیزی که در ذاتش وجود داشتن نهفته نباشد ما با این میگیم ممکن الوجود. خب طبق تعریف خود جناب ابن سینا تمام چیزها میشن واجب الوجود، چون در ذات تمام چیزها وجود داشتن نهفته است. حالا من میخوام این برهان رو یک جوری تقریر بکنم که همین به همین راحتی رد نشه، یعنی آقا من میخوام به اون کسانی که برهان رو دارن تقریر میکنن کمک بکنم. میام لفظ ممکن الوجود و واجب الوجود رو اونجوری که اونا مد نظرشون هست تغییر میدم. دقت کنید، من دارم یک مقداری لفظ ممکن الوجود و واجب الوجود رو مفهومش رو عوض میکنم. میام میگم ممکن الوجود چیست؟ ممکن الوجود چیزیست که ممکنه در یک ادراک باشه، در یک ادراک دیگه نباشه. مثلا اسب ممکن الوجوده. چرا؟ چون الان که من توی اتاقم نشستم اسب نمیبینم، یعنی در این ادراک من در این زمان اسب نیست. زمانی که من به مثلا مزرعه دوستم رفته بودم اونجا اسب بود. پس اسب ممکن الوجود است، یعنی من میگم در این اتاق اسب وجود ندارد، در این مزرعه اسب وجود دارد. ببینید یک بار وجود داشتن بر اسب هم شد، یک بار وجود نداشتن بر اسب هم شد. اینا خوب دقت بکنید، اما این نکته رو دقت داشته باشید، اینجا دیگه محمول ما موجود بودن نیست که بعد ما بگیم واجب الوجود یا ممکن الوجود. اینجا محمول ما، یعنی اون چیزی که ما داریم حمل میکنیم، موجود بودن در اتاق در این لحظه است. یه مفهوم دیگه است، یه مفهوم ترکیبیه، و موجود بودن در مزرعه در آن زمان است.
اینو دقت بکنید، یعنی ما داشتیم که ممکن الوجود چیزی است که وجود داشتن بر او هم بشود یا هم نشود. وجود داشتن، واجب الوجود چیزی بود که وجود داشتن بر او هم بشود. اینجا ما الان سر وجود داشتن بحث نمی کنیم، سر وجود داشتن در اتاق در این لحظه داریم بحث می کنیم، یه مفهوم دیگه است. حالا ما نمی خواهیم دقت بکنیم، ما مثل قدیمی ها می خواهیم بی دقت، مثل فلاسفه اسلامی می خواهیم بی دقت صحبت بکنیم، اشکال نداره. خب آقا پس مفهوم جدید ممکن الوجود و واجب الوجود چی شد؟ من یه بار دیگه بگم، ما از این به بعد میخوایم به چیزی بگیم ممکن الوجود که تو بعضی از ادراکات بعضی از مردم باشه، تو بعضی از ادراکات بعضی از مردم نباشه، و به چیزی میخوایم بگیم واجب الوجود که تو همه ادراکات همه مردم باشه، یعنی در همه زمانها و در همه مکانها، در همه ادراکات، چه ادراکات حس بینایی، چه ادراکات حس شنوایی، چه ادراکات حس لامسه و غیره، اون چیز وجود داشته باشه. ما به اون میگیم واجب الوجود. یعنی دیگه همیشه شما هر ظرف زمان و ظرف مکانی رو هم که بیاری، هر قیدی به این جمله اضافه بکنی، باز وجود داشتن بر اون چیز، حالا من میذارم اسمش، میذارم شیء X، ما یک مفهوم X داریم، یه موضوع ایکس داریم که میگم ایکس در ظرف در زمان فلان در مکان فلان موجود از شما میگید بله، تصدیق میکنید. در زمان دو و مکان دو چی موجود از شما میگید بله، تصدیق میکنید. در این ادراک چی هست میگید بله، در اون ادراک چی وجود دارد شما میگید چی بله. خب پس ما مفهوم جدیدی از واجب الوجود ارائه کردیم، مفهوم جدیدی از ممکن الوجود هم ارائه کردیم. حالا بیایم ببینیم اصلا آیا با این تعریف اصلا ما چیزی هست که بگیم واجب الوجود هست، یعنی چیزی هست که در تمام ادراکات ما وجود داشته باشه، در تمام ادراکات همه ما وجود داشته باشه. شاید یک چیز مثلا بگیم اطلاعات یا خود ادراک. حالا نمیخوایم خیلی مطلب خشخاش بگذاریم توی این مباحث، ما ببینیم اینا اصلا برهانشون چیه. کلا از الان احتمالاً متوجه شدیم که برهان ضعیف است، یعنی مثل همون طب اولیس اینا که الان طب ضعیفی هست، همونطور این برهانش هم برهان ضعیفی است، یعنی تعاریفش تعاریف دقیق و متقنی نیست، تعاریف واضحی نیست، و چیزهایی رو هم که بر اساس این تعاریف بنا نهاده اونها هم چیزهای ضعیفی هستن و چیزهای قوی نیستن. به هر حال حالا فرض کنید که یه چیزی باشه مثلا اطلاعات. اطلاعات واجب الوجوده، تقریبا میشتونم اینجوری بگم اطلاعات واجب الوجوده، یعنی چیزیه که در همه ادراکات ما وجود داره. اطلاعات دیگه، اطلاعات در تمام ادراکات همه موجودات مدرک، همه انسانها وجود داره. ما حالا فرض کنیم بگیم که پس اطلاعات واجب الوجوده، یعنی اطلاعات وجود دارد، و بقیه چیزها حالا مثلا میز و صندلی و درخت و گاو و ماهی و اینا ممکن الوجودن. یه جا گاو هست، یه جا گاو نیست، یه جا هندوانه هست، یه جا هندوانه نیست، توی زمانی ماهی هست، توی زمانی دیگه ماهی نیست. خب این تعریف اصلاح شده یه ممکن الوجود و واجب الوجود. دیگه الان من نمیتونم بگم ممکن الوجود به ذات یا واجب الوجود به ذات. به ذات یعنی چی؟ یعنی در ذاتش. به ذات که اینا هم تو برهاناشون اصرار دارن که این کلمه رو به کار ببرن ها، یعنی خیلی اصرار دارن رو اشتباهشون پافشاری بکنن. اگه واقعا ما بخوایم راجب ذات یک چیز بحث بکنیم، خب همه چیز واجب الوجود به ذاته، مثلا شکی درش نیست. اینا میگن ممکن الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات، یعنی تو ذاتش ممکن الوجوده، تو ذاتش واجب الوجوده. خب بله، هر چیزی هر مفهومی در ذاتش واجب الوجوده دیگه. یعنی تمام تعاریفی که ما میتونیم ارائه بدیم، تمام مفاهیمی که ما میتونیم تصور بکنیم، اینا همگی واجب الوجود به ذات هستن، یعنی وجود داشتن در ذات اونها قرار داره. وجود داشتن عام‌ترین مفهومه و به همه چی صدق میکنه. اصلا تعریف وجود داشتن فقط یه دونه یکه. شاید تعریف درخت بودن یک فایل 100 مگابایتی باشه، شما پرینت بگیرید مجموعه شرایطی که اگر تصویری در اون شرایط صد بکنه درخت میشه و اگر صد نکنه درخت نمیشه، این مجموعه شرایط شاید 100 مگابایت اطلاعات باشه، یعنی هزاران شرط مختلف باید ارضا بشه، برآورده بشه تا ما بگیم که این چیز، این تصویر درخت هست یا نه. ولی در موجود بودن فقط یک هست، یعنی هر چیزی نتیجه میشه آری، یعنی این چیز موجود هست. خب ادامه بدیم. پس ما مفهوم اصلاح شده ممکن الوجود و واجب الوجود رو برای شما تعریف کردیم. ممکن الوجود چیزی است که در بعضی از ادراکات باشه، در بعضی از ادراکات نباشه. واجب الوجود، دیگه نمیگم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود چیزی است که در همه ادراکات ما باشه. حالا مثلا من گفتم اطلاعات در همه ادراکات هست، در همه چیز هست اطلاعات. بسیار خب، من آثار فلاسفه اسلامی رو یک تتبعی کردم، یه جستجوی کردم و دیدم که لفظ واجب الوجود و ممکن الوجود رو اینها در
دو شکل دیگر هم استفاده کرده اند. تا حالا ما دو تا تعریف از واجب الوجود رو برای شما بیان کردیم. اولیش این بود که واجب الوجود به ذات، یعنی چیزی که در ذاتش، در تعریفش اومده باشه که اون باید وجود داشته باشه، یعنی وجود داشتن از ذاتش نشأت بگیره. این یک تعریف بود از واجب الوجود. دومی میشه واجب الوجود در همه ادراکات، یعنی واجب است که وجود داشته باشه در تمام ادراکات. خب اینم که همین الان برای شما بیان کردم. سومین چیزی که البته اینها صراحت ندارن به این که منظورشون این هست، ما از استعمالی که کردن، از مثالهایی که زدن میفهمیم که منظورشون از واجب الوجود این بوده. سومین برداشتی که از مفهوم واجب الوجود هست اینه که واجب الوجود در تمام ظرفهای زمان، نه در همه ظرفهای مکان. یعنی چی؟ یعنی اگر موجودی ازلی و ابدی باشد، حالا ما به ازلی و ابدی روی هم رفته، یعنی از قدیم بوده و تا ابد خواهد بود، میگیم موجود سرمدی، یعنی موجودی که در تمام زمانها این وجود داشته باشه. میگن اگر موجودی سرمدی باشه این واجب الوجوده. حالا لزومی نداره که در ادراکات شما باشه، یعنی در اینجا باشه، در اونجا باشه، نه، مکانش خیلی لزومی نداره، این که در همه ادراکات باشه لزومی نداره، ولی این که در هر زمانی وجود داشته باشه این لازم هست. به این میگن واجب الوجود. و به موجودی که در بعضی از زمانها باشه، در بعضی از زمانها نباشه، میگن ممکن الوجود. این هم یک تعریفی که اینها از واجب الوجود ارائه میکنن. میگن اون چیزی که یه زمانی نباشه و بعد به وجود بیاد، حالت برهان حدوث. شاید ما به این مطلب بیشتر بپردازیم. به اصطلاح اگر چیزی حادث باشد، یعنی زمانی نبوده باشد و زمان دیگری بود شده باشد، ما با هم میگیم ممکن الوجود. و چیزی که همیشه بوده، موجودی که همیشه وجود داشته، با اون میگن واجب الوجود. این تعریف سوم، البته گفتم دیگه این واجب الوجود به ذات نمی شود. ذات یعنی مفهوم، یعنی در مفهومش آمده باشه که باید وجود داشته باشه. کسانی که به این تعریف میگن واجب الوجود به ذات، اینها در واقع ذات رو یک چیزی در خارج در نظر میگیرن. من با این افراد صحبت کردم، اینها باور دارن که ذات یک چیزی هست در جهان خارج، واقعا وجود خارجی داره، نه اینکه یک مفهوم ذهنی که در ذهن ما انتزاع شده باشه. نه، میگن مثلا ذات هر چیز یک چیزیه که در جهان خارج وجود عینی داره و اون موجودی که همیشه هست واجب الوجود به ذات هست، این ذاتش واجب کرده که اون وجود بشه، این ذاتش داره به اون وجود، ذاتش یک نوع خاصی هست که داره همیشه اون رو موجود میکند. ولی یک موجود ممکن الوجود اون ذات رو نداره، یا ذاتش اون قدرت رو نداره که این رو همیشه وجود ببخشه. یه مقداری تصورش تصور دشواری هست این مطلب، ولی مطلبی که بیان میکنن، یعنی اینها باز عبارت واجب الوجود به ذات رو به کار میبرن، ولی منظورشون از ذات اون تعریف واقعی ذات نیست. یعنی اینها ذات رو یک چیزی در جهان خارج هم در نظر میگیرن و بعد به اون میگن ذات، و بعد میگن این وجود داره از اون ذات نشأت میگیره. خب حالا اینم تعریف سوم. آخرین تعریفی هم که من دیدم اینها در مورد مفهوم واجب الوجود به کار میبرند اینه که موجودی که وجود دارد و باید باشد. حالا این باید از کجا میاد؟ این باید ممکن از هر جای بیاد، از برهان میاد. مثلا فرض کنه اینا میگن که لزومی نداره که وجود داشتن در مفهومش باشه، اصلا اون که یک مطلب غلطی میشه. بعدن حالا توی نقد برهان رو بحث خواهیم کرد. اینا میگن نه، لزومی نداره که در خود تعریفش آمده باشه که وجود دارد. نه، وجود داشتنش حالا از یک دلیلی آمده. شما چیکار دارین؟ ما اثبات میکنیم که این باید وجود داشته باشه، ولی باید وجود داشته باشه. حالا بذارید یه مثال بزنم، شاید ذهنتون آشناتر بشه به مسئله. میگه فرض کنید که شما قانون پایستگی ماده و انرژی رو به یک نحوی پذیرفتید، حالا یا مجموعه آزمایش های انجام دادین، استقرار کردین و به این نتیجه رسیدید که باید ماده و انرژی پایسته باشه، حالا یا به هر علتی شما اینو فرض کردید، اصلا مهم نیست. شما الان این مطلب رو که ماده و انرژی جهان هستی پایسته هست، این رو پذیرفتید و الان شما مشاهده میکنید که مقداری ماده و انرژی در جهان هستی موجود هست. پس اثبات می شود که از ازل تا ابد ماده و انرژی جهان هستی باید وجود داشته باشد. ببینید الان شما با یک فرض که اصل بقای ماده و انرژی بود و با یک مشاهده که این مقدار ماده و انرژی رو در زمان حاضر مشاهده کردید، شما این مطلب را پذیرفتید که ماده و انرژی جهان هستی باید وجود داشته باشد. یعنی لفظ باید رو دقت بکنه. اما آیا در تعریف ماده و انرژی باید وجود داشتن آمده؟ نه.
شما این باید رو از خارج، از برهان، از جای دیگه آوردید. اینها همین رو راجع به واجب الوجود، حالا مثلا اون خدایی که میخوان ثابت کنن، میگن میرا باید شما چیکار دارید؟ ما ثابت میکنیم که حالا با هر دلیلی که یک موجودی باید باشد که اون باید باشد، یعنی باید وجود داشته باشد، و ما با اون موجودی که باید وجود داشته باشد میگیم واجب الوجود به ذات. اگر دقت بکنید این باید بودن، یعنی این باید از کجا آمد؟ الان تو همین مثالی که راجع مادی انرژی زدم، ما از یک استقرار ناقص این باید بودن رو در واقع میشه گفتش که به صورت استدلال ذهنی اومدیم استنباط کردیم. آیا استقرار ناقص درست یا غلطه؟ ما فعلا توی مجموعه بحث هایی که با هم داریم استقرار ناقص رو حجت میدانیم. حالا اینکه بحث اینکه استقرار ناقص درست یا غلطه، این رو به بعدن واگذار میکنیم توی دوره آموزش منطق، ولی فعلا ما استقرار ناقص رو میپذیریم. من دیدم بعضی از بزرگواران توی مناظراتی که دارن هر جا کم میارن شروع میکنن استقرار زیر سوال بردن. نه، این روش صحیحی نیست. استقرار حجته. تمام علومی که ما داریم، تمام علوم تجربی، تمام علوم حتی عقلی، هر علمی که ما داریم ناشی از استقرار ناقصه. اگر استقرار ناقص رو کسی نخواد بپذیره، الف با هم یاد نخواهد گرفت، زبان هم یاد نخواهد گرفت، راه رفتن هم یاد نخواهد گرفت، چه برسه بقیه مفاهیم دیگه. ما استقرار رو فعلا قبول داریم. حالا راجع به اینکه واقعا آیا استقرار درست هست یا نه، اینو بعدا مفصل توی دوره آموزش منطق احتمال زیاد بحث خواهیم کرد. پس چهار تعریف از واجب الوجود در عبارت‌ها به کار برده میشه. اولیش این که واجب الوجود موجودی است که در ذاتش آمده، یعنی در تعریفش آمده که باید باشد، در مفهومش آمده که باید باشد، یعنی این باید بودنش ناشی از مفهومش است. حالا چهارمین چی بود؟ چهارمین این بود که این باید بودنش ناشی از مفهومش نیست، ناشی از استدلال است، ناشی از دلیل خارجی است، ناشی از مشاهده است، ناشی از فرض است. حالا یک دلیل خارجی اومده این باید بودن رو مشخص کرد. دومی چی بود؟ گفتش که واجب الوجود اون موجودی است که در همه ادراکات وجود داره، در همه ظرف‌های زمان و همه ظرف‌های مکان. و سومی میگفت نه، واجب الوجود اون موجودی است که در همه ظرف‌های زمان وجود داره، لزومی نداره در همه ظرف‌های مکان وجود داشته باشه، لزومی نداره که شخص شما هم اون رو ادراک کرده باشه. همین که ما بدانیم حالا به هر دلیلی که این در همه زمان‌ها بوده، برای این مطلب کفایت می‌کند که اون واجب الوجود باشد. بسیار عالی. احساس می‌کنم که برای این قسمت کافی باشه. از قسمت بعد می‌خوایم که راجع به اصطلاحات دیگه‌ای که در برهان وجود امکان اومده با هم دیگه بحث و گفتگو بکنیم، و به زودی می‌بینیم که این چهار تعریفی که از واجب الوجود ارائه کردیم با هر کدوم از اینها برهان وجود امکان چه شکلی به خودش می‌گیره. امیدوارم که همواره در زندگی در پرتوی خرد و دانش حرکت بکنید و شاد و سربلند و پیروز باشیم. بدرود.